موج اعتراضاتی که از دی ماه گذشته در ایران شکل گرفت تا به امروز پرقدرت ادامه داره. شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در حال حاضر در اغلب خیزش‌هایی که در شهرهای مختلف رخ میده به گوش میرسه. گزارشی از اسکای نیوز. موجة الاحتجاجات الإيرانية المستمرة تعكس غضبا شعبيا ورفضا محليا لسياسات عدة ينتهزها. موج اعتراضات مستمر ایران بازتاب خشم مردمی را به خاطر سیاست‌های نادرست رژیم ایران چه به لحاظ داخلی و چه خارجی به دنبال داشته است. از اواخر سال گذشته میلادی تظاهرات بزرگی بسیاری از شهرهای ایران را فرا گرفت که جرقه اولیه آن از مشهد دومی شهر بزرگ کشور زده شد، به طوری که هزاران شهروند ایرانی در اعتراض به بحران اقتصادی که دولت حسن روحانی نتوانسته بود آن را حل کند گرد هم آمدند. بالاترین اعتراض مردم آن زمان نسبت به بالا بودن قیمت‌ها و مشکلات مسکن بود، اما دیری نپایید که این خشم عمومی تبدیل به یک خشم عمومی علیه کل نظام شد، به ویژه در رابطه با دخالت‌های رژیم در کشورهای خاورمیانه و تغذیه و تأمین مالی و تسلیحاتی تمامی این جنگ‌ها در عراق و سوریه و حتی یمن. بنابراین اضافه بر مشهد، تظاهرات به شهرهای رشت و اصفهان و تمامی مناطق اهواز و قم و قزوین کشیده شد. سرکوب تظاهرکنندگان نتوانست مانع برگزاری مجدد اعتراضات و بیان خواسته هایشان در ماه گذشته گردد. در ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، بازار تهران مغازه‌های خیش را برای مدت 2 هفته بست تا به وخامت وضعیت اقتصادی کشور و ضرر و زیانی که متحمل شده بودند اعتراض کنند. شعارهای این بار در بازار تهران مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور بود که به شهرهای شهریار و کرج و بندرعباس با همین شعار، یعنی مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور، کشیده شد. در هفته گذشته نیز اعتراضات در تعدادی از شهرهای ایران تا به امروز ادامه داشت و به نظر نمی رسد که به این زودی وضعیت آرام گردد، به ویژه در شهر مرزی خرمشهر در جنوب غرب کشور.